شکایت مادر زنده یا شهرام کاشانی حسابی جنجالی شد. دوستان عزیز به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش رو لطفاً فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. خانم هایده کاشانی مادر زنده یا شهرام کاشانی ضمن تشکر از مردم شریف کشورمون بابت تبریکاتون برای سال روز تولد شهرام عزیز این چنین گفت: من از مردم عزیز کشورم بسیار ممنون و متشکرم که تولد شهرام عزیز رو حتی در نبودش فراموش نکردند و به یادش بودند. ممنون از لطف و مهربونی تک تک شما مردم عزیز کشورم که همیشه به من و شهرام لطف داشتید و دارید. شهرام نیست ولی من به نیابت از پسرم از شما مردم که بهش عشق دادید، ترانه‌هاش رو در نبودش گوش دادید و به یادش بودید تقدیر و تشکر میکنم. ممنون بابت همه لطف و مهربونیتون، ممنون بابت همدردیتون، ممنون بابت پیام‌های تبریکتون. اما نکته‌ای هستش که باید من راجبش یک بار دیگه اینجا صحبت بکنم. متاسفانه عده‌ای از افراد سوجو بعد از مرگ شهرام از نبودن شهرام سوء استفاده کردند و یک سری از آهنگ‌های شهرام رو در واقع منتشر کردند که برای خودشون منافع مالی داشت. متاسفانه مرگ شهرام باعث شد که نتونه شهرام در واقع حقش رو از این عزیزان بگیره و نتونه از سوء استفاده‌های این افراد جلوگیری بکنه. اما من هایده کاشانی مادر شهرام هستم و از حق پسرم دفاع خواهم کرد و به زودی از این افراد سوجو در دادگاه شکایت خواهم کرد و حق فرزندم رو خواهم گرفت. آقای محمود قربانی همسر سابق خانم گوگوش در افشاگری هاشون راجع به مادر شهرام کاشانی و در مورد ماجرای ازدواجش با مادر شهرام این چنین گفتند: یه روز من در یک مهمانی دعوت شده بودم که اتفاقاً مادر شهرام هم در این مهمانی حضور داشت. خانم هایده به محض اینکه من رو دیدند به من پیشنهاد دادند که من باهاشون برقصم. و خب اون موقع من هم تازه از زندان آزاد شده بودم و حال روز خوبی نداشتم و به فکر گوگوش و فرزندم بودم، چون گوگوش از من طلاق گرفته بود مدت ها قبل و رفته بود ریخته بود با بهروز رو هم دیگه و کلن روحیاتم زیاد خوب نبود. اما با این حال با اصرار خانم هایده سعی کردم که پیشنهادشون رو رد نکنم تا ایشون ناراحت بشن و خانم هایده کاشانی مادر شهرام در این مهمانی با من جلوی مهمانان تانگو رقصیدن. البته شاید زیاد هم سرحال نبودن و نوشیدنی مصرف کرده بودن و ما بالاخره رقصیدیم. اما به هر جهت ظاهراً بعد از رقصیدن من و خانم هایده کاشانی بعد از اتمام مهمانی برای هایده مشکلی پیش میاد. من نمیدونستم خانم هایده نامزدی دارن که قرار رو باهاشون ازدواج بکنن. وقتی که من اومدم خونه فردا صبح دیدم تلفن خونم داره زنگ میخوره. دیدم مادر خانم هایده کاشانی با من تماس گرفتن. سلام و احوالپرسی کردم، دیدم خیلی پریشونن و حالشون اصلا خوب نیست. گفتم ببخشید شما شماره من رو از کجا پیدا کردید؟ آقای قربانی، من شماره شما رو از کاباره میامه گرفتم و خودم خواستم که هرچه سریعتر باهاتون تماس بگیرم تا شما جون دخترم رو نجات بدید. حال دخترم بده، سریعا خودتون رو به منزل ما برسونید. منم سریعا حاضر شدم و رفتم خونه هایده کاشانی. دیدم هایده افتاده رو تختش و اصلا جون نداره. از مادرش پرسیدم چی شده. مادرش گفتش که به خاطر تو قرص مصرف کرده. گفتم به خاطر من؟ خلاصه دیگه اصلا پیگیر ماجرا نشدم. سریعا زنگ زدم به یکی از دوستانم که پزشک بود و اومد بالای سر هایده و شستشوی معده انجام دادن و هایده رو نجات دادیم. از هایده پرسیدم که شما چرا این کارو کردی؟ شما چرا به خاطر من خودکشی کردی؟ مگه مشکلی پیش اومد بعد از مهمونی شب گذشته؟ هایده گفت: بله، من یه نامزد داشتم که قرار بود به زودی با همدیگه ازدواج بکنیم. وقتی شب گذشته در حالت مستی با شما رقصیدم، نامزدم بهش بر میخوره و فکر میکنه من با شما هم رابطه دارم. دیگه از اون شب دیگه جوابمو نمیده و زده زیر همه چی و بهم میگه همه چی بین ما تموم شده.
حالا که اون نیست من حالم بده. خب منم که دیدم اینجوریه طفلی به خاطر من آسیب دیده، دیدم هایده به محبت خیلی نیاز داره و منم سعی کردم بهش دلداری بدم و کم کم با هم رفت و آمد کردیم و اون اومد و من رفتم و در نهایت قضیه ما به ازدواج ختم شد. پسرم کامبیز یه چند وقتی بود که پیش مادرش گوگوش بود. روز عقد من و هایده کاشانی، زمانی که گوگوش متوجه میشه که اون روز روز عقد من با هایده کاشانیه، از روی حسادت و به خاطر اینکه حرص من و هایده رو در بیاره تو خیال خودش، کیف و ساک و چمدونه کامبیز رو میبنده و میده دستش، میگه برو پیش پدرت زندگی کن، امروز هم روز عقد پدرت با اون خانم هایده است. خلاصه ما سر عقد بودیم که یهو به هم گفتن آقای قربانی پسرت اومده. خلاصه رفتم جلوی در، دیدم اه این بچه کامبیز با یه چمدون و ساک و کیف اومده مونده جلوی در، میگه بابا مامانم به هم گفت که امروز روز عقد باباته، تو دیگه نمیخواد پیش من زندگی کنی، برو پیش پدرت و نامادریت. منم بهش گفتم بابا جون خوش اومدی. رفتم پیش هایده بهش گفتم هایده گوگوش پسرم کامبیزو فرستاده از هرسش پیش من و تو، گفته برو پیش پدرت و نامادریت زندگی کن. هایده هم گفت ناراحت نباش، هیچ مشکلی نیست، کامبیز هم مثل پسرم شهرام بچه ها رو با هم بزرگ میکنیم. خلاصه کامبیز اومد مدت ها پیش من و هایده و شهرام و مادر هایده با هم دیگه خانوادگی زندگی کردیم و حتی دیگه بچه ها چون دیگه داشتم بزرگ میشدم، مجبور شدم سریعا خونه رو عوض کنم و یه خونه بزرگتر بگیرم و با هم دیگه دست جمعی سعی میکردیم که زندگی خوبی داشته باشیم. اما هایده هر روز بد اخلاق‌تر و بد دهن‌تر میشد و تا میتونست به من فحش میداد و واقعا هایده زن زیبارویی بود، خودش آرایشگر بود، خیلی خوش‌تیپ و جذاب بود ولی بسیار بد دهن بود و در نهایت من و هایده مادر زندگیات شهرام کاشانی به خاطر عدم تفاهم از هم جدا شدیم و من دست پسرم کامبیز رو گرفتم و اومدم استانبول و از اونجا هم مهاجرت کردیم به آمریکا و هایده و در واقع مادرش و شهرام هم رفتن ترکیه و از ترکیه به مکزیک رفتند. دوستان عزیز، این هم قسمتی از خاطرات آقای محمود قربانی از زندگی مشترکش با مادر زندگی یا شهرام کاشانی خانم هایده کاشانی بود. دوستان عزیز لطفاً نظراتتون رو راجع به صحبت‌های محمود قربانی در قسمت کامنت ها بنویسید و همچنین لطفاً نظراتتون رو راجع به صحبت‌های خانم هایده کاشانی در مورد شکایت از افرادی که از آهنگ‌های زندگیات شهرام کاشانی سوء استفاده‌های مالی و معنوی کردند در قسمت‌های کامنت ها نظراتتون رو به صورت فینگلیش برامون بنویسید و در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ کنید و وارد کانالمون بشید و ویدیوها رو ببینید و لایک کنید و برامون کامنت بذارید و در نهایت روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش رو فشار بدید و روی آل کلیک کنید و از قند و شکنهای پولی با سرور عربستان، نروژ، دانمارک، کانادا، آمریکا، استرالیا استفاده کنید. ممنون که با ما همراه بودید. منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما از کانال نیوز تیوی باشید.